آلودگی هوا در کنار ویروس کرونا تنفس را از شهرهای بزرگ گرفت. عامل اصلی آلودگی کیست؟ چند روزی که افزایش آلودگی هوا نفسهای تهران رو تنگ کرده، اون هم با وجود کرونا. فکرم خیلی افتاده، اصلا نفس نمیشه بکشی. من دو تا ماسک دادم، یکی برای هوا، یکی برای کرونا. در حالی که مردم را در قربانگاه کرونا و ذرات خطرناک سوخت مازوت رها کردند، باز هم مقصر و عامل اصلی پنهان می شود. 10% موتورسیکلت ها، 14% خودروهای سواری، 15.7% کامیون ها، 4% میلوبوس های دیزلی و 5.7% اتوبوس ها بجز اتوبوس های شرکت واحد را تشکیل می دهد. عیسی کلانتری در گفتگو با یک رسانه حکومتی ضمن تاکید بر مصرف سوخت های خطرناک به دستور دادستان از قربانی کردن سلامت مردم پای امنیت نظام گفت. معاون دادستان کل کشور به استانها بخشنامه داده تا کسی مانع سوزاندن مازوت نشود، یعنی کسی که باید قانون هوای پاک را اجرا کند از نظر امنیتی به این نتیجه رسیده است که باید این مازوت سوزانده شود. دادستانی هست که حامی و حافظ قانون هوای پاک هست، ضمانت اجرایی بر عهده قوه قضاییه است. اما این همه فاجعه نیست. یک رسانه حکومتی نوشت بهرام نژاد گفته بود چون ظرفیت پالایشگاه‌ها از مازوت پر شده و به خاطر تحریم خریدار ندارد، مجبوریم مازوت‌ها را در شهرها بسوزانیم. البته خود ایشان گفته بودند این کار میزان مرگ و میر کرونا را تا 6 برابر افزایش می‌دهد. معلوم نیست چرا به جای ایجاد انبارهای جدید از ریه‌های شهروندان به عنوان انبار مازوت استفاده می‌شود. هزاران صنایع کوچک و بزرگ و نیروگاه‌ها با سوخت‌های متفاوت در شهر و اطراف اون از عوامل اصلی آلودگی هوای تهران است. با شورش علیه ویروس ولایت که این چنین جان و مال مردم را فدای امنیتش می‌کند، هوای پاک و آزاد را به میهن برمی‌گرداند.